نتایج توافق رژیم ایران با عربستان. خلاصه ای از گزارش یورونیوز از توافق رژیم ایران با عربستان. یورونیوز با طرح چند سوال از منصور المرزوقی، استاد روابط بین الملل و استادیار در مؤسسه مطالعات دیپلماتیک سعود الفیصل در ریاض، به بررسی توافق بین عربستان و رژیم ایران پرداخته است. المرزوقی در جواب به این سوال که انگیزه اصلی عربستان از امضای قرارداد با ایران چه بود میگوید: این یک فرصت نادر و استراتژیک برای بهره برداری توسط عربستان بود که از سه عنصر تشکیل شده است. یک، ایران در ضعیف‌ترین نقطه خود از زمان انقلاب 1979 قرار دارد. دو، غرب به طور قابل توجهی اتکای خود را به عربستان افزایش داده است. سه، چین با اشتیاق سطح بالا روابط خود با عربستان سعودی را توسعه می‌دهد و تمایل دارد در مناقشات و مسائل خاورمیانه نقش‌آفرینی کند و قیمت آن را بدهد. المرزوقی در ادامه در مورد وضعیت ایران ارزیابی می‌کند که ایران تاکنون در منطقه 4 ضربه استراتژیک متحمل شده است. اول، ایران نفوذ استراتژیک خود را در مناقشه قره‌باغ کوهستانی بین ارمنستان و آذربایجان به نفع ترکیه و روسیه از دست داد. دوم، بخش مهمی از نفوذ خود در عراق را پس از شکست نیروهای نیابتیش شبه نظامیان در انتخابات از دست داد. سوم، تهران یک اشتباه راهبردی فاحش مرتکب شد و با درگیر شدن در جنگ روسیه و اوکراین عملاً به هر دو پای خود شلیک کرد. یکی از پیامدهای این اشتباه، اگر نگوییم کشتن، دست کم انجماد مذاکرات هسته‌ای بود. پرونده هسته‌ای علاوه بر نقشی که در رفع تحریم‌ها دارد، به عنوان ابزار سیاست خارجی ایران نیز عمل می‌کند. چهارم، اعتراضات داخلی رژیم ایران و مشروعیت آن را به شدت تضعیف کرده است و بر شکاف‌های داخلی و جنگ قدرت افزوده است. اعتراضات همکاری کشورهای غربی با ایران را دشوار و پرهزینه کرده است. المرزوقی در پایان نتیجه می‌گیرد که اگر رژیم ایران به توافق احترام بگذارد، فشار زیادی بر روابط خود با شبه نظامیان حوثی تروریست وارد می‌کند و شکاف‌ها را در این گروه افزایش می‌دهد. اگر ایران توافق را نقض کند، فشار زیادی بر روابط خود با چین وارد می‌کند.